سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز جمعه 9 ماه میزان سال 1395 هجری خورشیدی است. نخست سرخط چند خبر. تأکید چهره های پرنفوذ جمعیت اسلامی بر پابند بودن حزب اسلامی و مواد توافقنامه صلح. امضای این توافقنامه به معنای دادن مسئولیت هم به کسی نیست. باید دارین که چند وقت پیش اینمی حزب اسلامی را و اینجا را صاحب اکبتیار را اگر برادر خطاب بکردم هم شما اصلا مخار بشیدین. مشروط بودن کمک های جامعه جهانی به افغانستان در نشست بروکسل به ایجاد اصلاحات و مبارزه با فساد. موفقانه عملیات های پیوند گرده در یک شفاخانه خصوصی در ولایت هرات. قهرمانی تیم شاهین آسمایی در پنجمین دور لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن. با افزایش تنش های نظامی میان هند و پاکستان در کشمیر. خبرها. امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار، دادن مسئولیت به کس نه بل دادن مسئولیت شهروندی به اعضای این حزب است. شمار از چهره های پرنفوذ جمعیت اسلامی در مراسم پنجمین سال روز ترور برهان الدین ربانی با ابراز این مطلب میگویند که حزب اسلامی باید به مواد توافقنامه صلح با حکومت پابند باشد. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در این مراسم میگوید که وی تمامی مخالفان مصالحه دولت را برادر خطاب میکند تا آنان نیز چون حزب اسلامی حاضر به صلح با حکومت افغانستان شوند. از روی هم عبدالرب رسول سیاف در این مراسم تلفات نیروهای دولتی را نگران کننده میداند. بس حکومت میخواهد تا نیروهای مردمی را برای پشتیبانی از این نیروها بسیج کند. طارق مجیدی گزارش میدهد. تالار لوی جرگ است و مقام های بلندپایه حکومت کنونی و پیشین، اعضای جمعیت اسلامی و شمار زیادی از شهروندان از گوشه و کنار کشور به اینجا رسیدند. آمدند تا از پنجمین سال روز ترور استاد برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح یادبود کنند و گفته هایی هم درباره توافق نامه صلح با حکمتیار داشته باشند. امضای این توافق نامه به معنای دادن مسئولیت هم به کسی نیست، بلکه به معنای واگذاری مسئولیت شهروندی بر شانه های همه اعضا و رهبری این حزب است. چی کوشش هایی صورت گرفته بود که بجا نرسید، اما در یک موقع بجا رسید که بازم فکر میکنم که در راه تحقق امر خدا و صلح در بین همدیگر یک قدم بسیار بزرگ بود. تقاضایم از دولت همیست که ملت را به شکل از اشکال در داخل چوکات نظام باعث دیپو اکمال کننده بشری نیروهای امنیتی در پشت نیروهای امنیتی استاد کند. در غیر از او خدا نخواسته یک وقت به افلاس روبروی میشیم. در هنگام سخنرانی آقای سیاف، برخی از شرکت کنندگان این مراسم به ضد طالبان و حامد کرزی شعار میدهند و او را پشتیبان طالبان میخوانند. نظم برنامه برای لحظاتی برهم میخورد. خارجی ها بدانند که ما را به تفرقه انداخته نمیتانند، این با هم یک استیم. اما حامد کرزی فردی که به ضد او شعار میداد را به آغوش میگیرد. باید دارین که چند وقت پیش اینمی حزب اسلامی را و اینجا را صاحب اکبتیار اگر برادر خطاب بکردم هم شما اصلا مخار بشیدین. یارتان هست فردا روزی میاید این خواه که شما با تحریک طالبان میشینین به مذاکره. تکرار میکنم به مخالفین دولت افغانستان هم، اگر جنگ شما ادامه بتین، یک زمان جنگ به خاطر آزادی و حریت بود، ولی امروز جنگ به خاطر اسارت است. رهبری جمعیت اسلامی
کسانی را که به بزرگان بی‌حرمتی می‌کنند را پیروان این حزب نمی‌داند. چیزی که در شأن جمعیت اسلامی و در روش جمعیت اسلامی و در برنامه جمعیت اسلامی و در کارنامه از 1336 تا امروز که 60 سال از او مگذره نبوده، متاسفانه اتفاق افتاد. اعضای جمعیت اسلامی میگویند که حکومت باید با آوردن اصلاحات در نظام انتخابات و عملی سازی وعده هایش به مردم از هدر رفتن فرصت ها جلوگیری کند. کمک های جامعه جهانی به افغانستان در نشست بروکسل مشروط خواهند بود. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید که جامعه جهانی در نشست بروکسل تا به 3 میلیارد دلار کمک تازه به افغانستان تعهد خواهد کرد، اما این کمک ها مشروط بر آوردن اصلاحات و مبارزه حکومت افغانستان با فساد هستند. کریم امینی در این باره گزارش ساخته. نشست بروکسل آزمون بزرگ برای افغانستان. در این میان اگر کارکردهای حکومت وحدت ملی قناعت جامعه جهانی را فراهم بسازد و برنامه‌های آینده رهبران حکومت نزد جهانیان تایید شود، آنگاه جامعه جهانی نیز به افغانستان تعهد کمک‌های تازه خواهند سپرد. کمک های امریکا و جامعه جهانی به افغانستان یک چک سفید نیست. پشتیبانی ما مشروط به پیشرفت حکومت افغانستان است. این پشتیبانی وابسته به انجام کارهای حکومت افغانستان و تواناییش برای کار با ما همچون یک همکار مؤثر است. این دیپلمات امریکایی می افزاید که واشنگتن تلاش خواهد کرد تا کمکهایش به افغانستان تا سال 2020 میلادی به اندازه کنونی یا نزدیک به آن ادامه یابند. ایالات متحده هر سال 5 میلیارد دلار را در افغانستان هزینه می کند. این پنهان نیست که افغانستان بیشتر وابسته به کمک‌های خارجی است و نزدیک به 70% مصارف حکومت افغانستان از سوی کمک کنندگان پرداخته می‌شود. در این میان حکومت وحدت ملی انتقاد می‌شود که هیچ یک از تعهداتش را به گونه کامل عملی نساخته است. توقعات جامعه بین‌المللی را بر ارتباط اجراءاتی که اونا می‌خواستند برآورده کردن نتوانسته و بر اساس تعهداتی که داشته، اما جامعه بین المللی با درک وضعیت و مشکلاتی که در افغانستان رخ داده در فکر ازی هستند که باید به مردم افغانستان کمک بکنند. تا نشست بروکسل یک هفته دیگر مانده است. افغانستان که سخت به کمک های جهانی نیاز دارد، جلب کمک های تازه بسیار مهم گفته می شود. پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن پایان یافت. در دیدار نهایی این لیگ بیش از 7000 تن به شمول برخی از مقام های ارشد حکومت چون رئیس اجرائیه و برخی از اعضای شورای ملی در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان حضور یافتند و چهره دیگر از افغانستان جنگ زده بر رخ جهانیان کشیدند. لیگ برتر فوتبال افغانستان رویداد است که همساله شادمانی به خانواده ها می آورد و مردمان کشور کم از کم برای زمان دشواری هایشان را فراموش می کنند. سمیم فرامرز گزارش می دهد. بی صبرانه منتظر باز شدن دروازه هستند. دروازه‌ای که راه به دنیای دارد که در آن سخنی از حزن و اندوه نیست. مردم دسته دسته به تماشای آخرین مسابقه لیگ برتر امسال می آیند. بسیار احساس خوشی دارم به خاطر از اینکه افغانستان هم امروز لیگ داره و مردم به بسیار شوق و ذوق آمده که تیمای کشور خود تشویق کنه. خوشحال هستم و بسیار احساس هیجان زده هستم که ببینم که کدام تیم برنده میشه. میدان سبز، جایی که شهروندان از بحر پشتیبانی از تیمشان گرد می آیند و با شور و هیجان بازیکنان را تشویق می کنند. در اینجا شمار سیاستمداران نیز بسیار است. حتی مقام های بلندپایی حکومت آمدند تا ببینند کدام تیم قهرمان امسال لیگ برتر خواهد شد. هر کس خوب بازی کرد و هر دو تیم خوب است و بازی خوب میکنند و انشالله تیم خوبتر بازی کنه و برنده میشه، اما تیم دوم هم بازنده نمی باشه. در پهلوی خبرهایی که برای مردم افغانستان میرسند، لبخند و نشاط به این ملت برمیگردان. همین خودش یک دستاورد بزرگ است. با هر گلی که وارد دروازه میشود، صدای تماشاچیان بلند میشود. در اینجا حضور بانوان نیز گسترده است.
گفتن بسیار خوب عالی بازی میکنن بازیکنای ما و همی باعث شد که ما را در اینجا بکشانه و خواستم این بازی را از نزدیک ببینم. اشتراک خانم ها نسبت بر سالهای قبل زیادتر شده چون که فکرها پیشرفته تر شده. لیگ برتر افغانستان که 5 سال پیش ایجاد شد انتظار نمی رفت که روزگار برویداد به این بزرگی تبدیل شود. اما امروز لیگ برتر افغانستان بهانه شادمانی شهروندان شده است و فینال لیگ برتر افغانستان رویداد است که سالانه هزاران تن را اینجا در میدان سبز گرد میارند. صمیم فرامرز، تولونیس. زمان پذیرش درخواست ها برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی پایان خواهد یافت. کمیته گزارش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی میگوید که 470 درخواسته که برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی پیش از این شده بودند نیز بررسی می شوند. در همین حال نهادهای ناظر انتخابات میگویند که تمامی کارهای کمیته گزارش باید شفاف باشند. به این کمیته نباید زیر فشارهای سیاسی برخوردهای سلیقه‌ای داشته باشد. گلاب‌الدین غبار گزارش می دهد. سرانجام پس از شکستن بنبست‌های انتخاباتی به روز چهارشنبه اعضای تازه کمیته گزینش به کارش آغاز کرد. اعضای این کمیته اکنون می‌گویند که درخواست کنندگان می‌توانند تا یک هفته دیگر درخواست‌هایشان را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی بفرستند و با گرفتن درخواست‌های تازه درخواست‌های حدود 470 تنی که به کمیته پیشین گزینش سپرده شده بودند را نیز بررسی خواهند کرد. 470 درخواستی از طرف کمیته قبلی هم دریافت شده بود که وام در جای خود باقی است و در این حال یک فرصت یک هفته چون ما شنیده بودیم که بعضی دوستان شاکی بودند و از اون فرصت استفاده نکردند و جدیدن علاقمند شده بودند به مو خاطر ما یک هفته دیگر هم برای مردم افغانستان دادیم. در همین حال نهادهای ناظر انتخابات میگویند که کمیته گزینش نباید به گونه سیاسی و سلیقه‌ای عمل کند. به شفافیت موجودیت معیارات اندازه زیادی کمیته را کمک میکنه که از فشارها و نفوذ حکومت مسئول بمانه. آگاهان به این باورند که کمیته گزینش باید هرچه زودتر کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را برگزینند تا زمینه برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی فراهم شود. بحث انتخابات بحثی که تقریبا در اول سال پنجم کار پارلمان تمام شده بود که تا امروز میبینین پارلمان بر اساس ماده 83 قانون اساسی کار خود ادامه میده. پس از آن که کمیته گزینش کمیشنران تازه را برای کمیسیون های انتخاباتی معرفی کرد، رئیس جمهور در این باره تصمیم نهایی خواهد گرفت و کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات کارش را آغاز خواهد کرد. برای نخستین بار بیش از 20 عملیات پیوند گرده در یک شفاخانه خصوصی در هرات موفقانه انجام شدند. شمار از بیماران که در این شفاخانه عملیات پیوند گرده شدند میگویند که هیچ یک از کشورهای همسایه آن را به دلیل افغان بودنشان برای این عملیات نپذیرفتند. در همین حال انجام عملیات پیوند گرده صفحه تازه در طبابت کشور دانسته شده. جاوید زیارتجاهی از ولایت هرات در این باره گزارش فرستاده. پیوند گرده برای نخستین بار در کشور. دکتران یک شفاخانه خصوصی در هرات برای نخستین بار در تاریخ طبابت کشور بیش از 20 بیمار را که برای پیوند گرده در کشورهای بیرونی سرگردان بودند پیوند گرده کرده است. ما به ایران رفتیم، 12 شمار بستر کردم، 9,550,000 تومان حساب ما شد. بعد از اون برای ما گفتم که شما باید وزارت بهداشت برای ما نامه بیارید. زمانی که ما وزارت بهداشت از اونو مراجعه کردیم گفتم ما افغانی به هیچ عنوان پیوند نمیزن. مادرم برای مگه ورده دادم اینجا پیوند شدم، شکر خدا خیلی خوبه. مسئول این شفاخانه میگوید که شمار بیمارانی که نیاز به پیوند گرده دارند بسیارند و وزارت صحت عامه باید برای فراهم کردن سهولت های بیشتر برای درمان این بیماران نهادهای صحی را پشتیبانی کند. یک قانونی دارن که بعد پای خارجی کسانی که مقیم نباشن کشورهای همسایه اونها پیوند نمیکنن و این مشکل ما احساس کردیم و فعلا و از روز که کار شروع کردیم مدت 5 ماه 6 ماه میشه و ما به از اون چیزی که توقع داشتیم مریضان ما بیشتر بدم. مریضایی که ما پیوند کردیم کلا موفقیت آمیز بوده و زندگی نرمال عادی خو برگشت. این نوجوان تازه عملیات پیوند گرده شده است. یک عضو خانواده اش یک گرده اش را به او داده است و دکتران هراتی این گرده را موفقانه در بدنش پیوند کردند و کلمت انگار حیات دوباره یافته است. قبل از پیوند خیلی زندگی بعد داشتیم، دیالیز و بالاخره دردسر و وضعیت نرمال نداشتیم. خدا را شکر بعد از پیوند
اصلا از روزایی که تیار بودیم خدا را شکر خیلی سرحالتریم. از دو سال به این سو دکتران هرات دست آوردهای چشمگیری داشتند. عملیات چندین بیمار تومورهای مغزی، عملیات بسته گوش و گلو، پیوند گرده و عملیات های سخت شکستگی های استخوان از مهمترین کارهایی هستند که دکتران هرات موفق به انجام آنان شدند. ادامه خبرها تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. با افزایش تنش‌ها میان هند و پاکستان، شمار از باشندگان کشمیر زیر اداره هند خانه‌هایشان را ترک کردند. پس از آنکه نیروهای هندی هراس افغانان را در کشمیر زیر اداره پاکستان آماج قرار دادند، نیروهای پاکستانی بر بخش‌هایی از کشمیر زیر اداره هند موشک پرتاب کردند. در همین حال نیروهای هندی تدابیر امنیتی را در امتداد خط مراقبت مرز در کشمیر افزایش دادند. اینان باشندگان کشمیر زیر اداره هند هستند که از ترس موشک پراگنی های پاکستان ناگزیر شدند خانه هایشان را ترک کنند. حکومت هند دستور داده است که هزاران تن از باشندگان روستاهایی که در 10 کیلومتری خط مراقبت مرزی زندگی می کنند خانه هایشان را ترک کنند. پاکستانیان به اینجا شلیک کردند و از همین رو دستور تخلیه داده شده است. شمار بسیاری از مردم خانه هایشان را ترک کردند. این کار پس از آن انجام می شود که هند هراس افغانان را در کشمیر زیر اداره پاکستان آماج قرار داد و پس از آن پاکستان این بخش ها را موشک باران کرد. با این همه کارشناسان نظامی هند از اقدام حکومتشان در آماج قرار دادن هراس افغانان ستایش می کنند. پاکستان باید بداند که هنگام خیشتنداری راهبردی به پایان رسیده است. این حمله ها پیامی روشنی به پاکستان، به هراس افغانان و نیز به جامعه جهانی هستند. پاکستان با نکوهش این حمله ها می گوید که 2 سربازش در این حمله ها کشته شدند و 9 تن دیگرشان زخم برداشتند. هند پیش از پخش هر اعلامیه‌ای باید نخست فکر کند. ما خودمان را در جنگ دخیل نمی سازیم. در این میان شماری از کشورهای جهان از هند و پاکستان می خواهند که از افزایش تنش‌ها جلوگیری کنند. این در حال است که پاکستان به دست داشتن در حمله های هراس افغانانه در هند متهم است. اما این اتهام را رد می کند. رویدادهای اقتصادی هم لحظات بعد. با این همچند خبر اقتصادی. افغانستان به عنوان عضو سازمان جهانی جاده می تواند با بکارگیری از راه های گوناگون قانونی مشکلات ترانزیتی و بازرگانیش را با پاکستان از میان بردارد. مسئولان سازمان جهانی جاده می گویند که افغانستان و پاکستان باید از راه گفتگوها و با عملی ساختن تفاهم نامه های 2 جانبه و 2 جانبه مشکلات ترانزیتی و بازرگانیشان را از میان بردارند. در سوی هم مسئولان اتاق های تجارت صنایعی می گویند که با گذشت بیش از 10 سال از آغاز صدور کارنت تیر از سوی افغانستان، هنوز هم کشور از امکانات این سازمان به گونه لازم بهره نبرده. ذبیح‌الله جهان مل گزارش می‌دهد. مشکل افزایی های اخیر پاکستان در برابر ترانزیت و بازرگانی افغانستان سبب شده است که شمار زیادی از بازرگانان افغان از داد و ستد بازرگانی از راه های پاکستان منصرف شوند. مسئولان سازمان جهانی جاده میگویند که پاکستان و دیگر کشورهای عضو این سازمان نباید در برابر کالاهای بازرگانی افغانستان مشکل افزایی کند. ما برای حل مشکلات حمل و نقل زمینی در مرزهای کشورهای عضو سازمان جهانی جاده از راه‌های گوناگون تلاش می‌کنیم تا کشورها از توقف موترهای باربری در مرزهایشان جلوگیری کنند، چون مشکل افزایی‌ها در برابر ترانزیت و بازرگانی جاده‌ای به نفع هیچ کشوری نیست. از سوی هم مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع میگویند که به علت کم توجهی حکومت و نبود آگاهی های لازم رانندگان موترهای باربری از قوانین ترانزیت جهانی، افغانستان نمیتواند امتیازهای موجود در سازمان جهانی جاده و سیستم تیر را به کار گیرد. بیشتر از 3 سال میشه که سیستم تیر را تطبیق میکنیم، اما اموال را که تابال با استفاده از سیستم تیر صادر کردیم بسیار ناچیز هستند.
افغانستان 35 سال بدین سو عضویت سازمان جهانی جادرا دارد و از 10 سال بدین سو مجوز صدور کارنت تیر را در چارچوب این سازمان آغاز کرده است. اما گفته می شود که تا کنون چند موتر محدود باربری توانستند به گونه نمونه‌ای و در چارچوب این سازمان به کشورهای سوم کالاهای بازرگانی را انتقال دهند. در حالی که بیشترین کشورهای عضو این سازمان در حال حاضر بیشترین حمل و نقل جاده‌ای را در چارچوب این سازمان تا اروپا انجام می دهند. بنا امنی ها و نبوده حمایت های لازم از دامداران یکی از علت های عدم رشد دامداری در کشور است. شمار از مسئولان برنامه رشد دامداری کمیته هالند میگویند که رشد دامداری در روستاهای دوردست کشور یگانه راه حل مشکلات اقتصادی روستانشینان است. از سوی هم شمار از بانوان دامدار در ولایت بامیان که در چارچوب برنامه های رشد دامداری کمیته هالند آموزش های فنی دیدند میگویند که با آغاز دامداری و پروسس معیاری لبنیات می توانند نیازمندی های خانواده هایشان را برطرف سازند. با بیننده های گرامی رویدادهای ورزشی خبرهای امشب را همکارم مسعود ملک تقدیمتان میکند. آقای ملک سپاسگزار است. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. شاهین آسمایی فاتح پنجمین دور رقابت‌های لیگ برتر افغانستان روشن شد. در دیدار نهایی پیکارها شاهین آسمایی توانست با نتیجه 2-1 تیم دمیوند اتلان را شکست دهد. در دیدار نهایی پنجمین دور رقابت‌های لیگ برتر افغانستان روشن، تیم شاهین آسمایی در برابر دمیوند اتلان به پیروزی دست یافت و برای سومین بار فاتح لیگ برتر افغانستان روشن شد. بازی را هر دو تیم با احتیاط آغاز کرد. توپ بیشتر در اختیار بازیکنان شاهین بود، اما اتلان به زد حملات چشم داشت تا در دقیقه 11 بازی متین یوسف زای نخستین گل اتلان را وارد دروازه شاهینی ها کرد، اما داور بازی این گل را آفساید اعلان کرد. در ادامه هر دو تیم موقعیت های خوب گلزنی به دست آوردند که هیچ تیم نتوانستند گل به ثمر برسانند. میوندی ها که در ضد حملات نمایش خوبی داشتند، چند بار کپتان این تیم با دروازه‌بان تک به تک شد که نتوانست توپ را از خط دروازه عبور دهد. در دقیقه 43 بازی بازیکنان شاهین آسمایی در یک کار تیمی تا دهن گل حریف پیش رفتند، اما مدافعان اتلان اجازه ندادند که دروازه آنها باشوند. در نهایت نیمه اول بازی بدون گل به پایان رسید. نیمه دوم را شاهین آسمایی هجومی آغاز کرد و در دقیقه 49 بازی صاحب یک ضربه پنالتی شدند و امرالدین شریفی پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و خلاف جهت قیوم صفان توپ را وارد دروازه اتلان کرد و از حریف 1-0 پیشی گرفت. اما خوشی آسمایی ها زیاد طول نکشید. 4 دقیقه بعد داور بازی یک پنالتی را به سود تیم دمیوان اتلان گرفت و سید ابراهیمی پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و گل تساوی را وارد دروازه شاهینی ها کرد و بازی 1-1 مساوی شد. اما این پایان کار نبود و تنها 4 دقیقه بعد امرالدین شریفی با یک ضربه اکروبات توانست دومین گل تیم خود را وارد دروازه اتلان کند و 2-1 پیشی گرفت. میوندی ها پس از دریافت گل دوم فشار زیاد بالای دروازه شاهینی ها وارد کرد، اما توپ دیگری از خط دروازه ها عبور نکرد و بازی با نتیجه 2-1 به نفع تیم شاهین آسمایی به پایان رسید و این تیم برای سومین بار فاتح رقابت های لیگ برتر افغانستان روشن شد. و بیننده های گرامی، برای آگاه شدن از تازه ترین رویدادهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان با 456 با تماس شوید و سپس کلید 1 را 3 بار فشار دهید. خدا نگهدار.